بسم الله الرحمن الرحیم دکتر بابوری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 686 که عبارت از لاترال میدولری سندروم می باشه خدمت اما سکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم می نمایم امیدوار هستم که این کیس دلچسب نورالوجی مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد اما عزیز و گرامی السلام علیکم مطالب تدریسی که از طریق این سایت خدمت شما تقدیم می گردد از منابع محتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان می کنیم. و از شما خواهشمندیم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان امرای ما امکاری نمایید سبب مراجعه و تاریخچه مریض برای ما کاهی می کنه که یک مریض 58 ساله می باشه سابقه هایپرتنشن دیابت و سکته های دماغی را گذشتانده می باشه فعلا مریض نزد شما به امرجنسی رو مراجعه می کنه امرا با سرچرخی ها از چندین روز به این طرف مریض اضافه می کنه که اخیرا زکام را گذشتانده و از تایلنول و انسیت استفاده می کنه. وز مریض بهبود آسل نمی کنه. از چندین روز به ای طرف نزد مریض سرچرخی ها کرختی طرف چپ که امرا با مشکلات در بلنس مریض یعنی مریض در موقع استاد شدن و را رفتن مشکلات می داشته باشه. همچنان مریض از دلبدی و قیاد شاکی می باشه. از نقطه نظر ریویو آف سیستم به استثنای نقاطی که قبلا خدمت شما حرص کردم کدام نقطه مثبت دیگر نزد مریض دیده نمیشه قسمی که قبلا خدمت شما حرص کردم از نقطه نظر پس مدیکل هشتری مریض سابقه هایپرتنشن دیابیت و سکته های دماغی را گذشتانده باشد. از ادویه استفاده نمیکنه از نقطه نظر سرژیکل history و الژی و همچنان فامیلی هستری کدام نقطه مثبت نزد مریض دیده نمیشه. از نقطه نظر سوشیل history مریض از سگریت و درگ استفاده نمی کنه اما از مشروبات الکلی به صورت سوشیل استفاده می کنه. از نقطه نظر فیزیکل اگزامنیشن یک شخص میان سال می باشه در کدام آلت دسترس قرار نداره. وایتال ساین فشار خون مریض 165 بر 89 ام ام مرکوری بلند می باشه. نقاط مثبت در فیزیکل اگزامنیشن در سیستم عصبی مریض یک اتاکسیا می داشته باشه. البته باید به خاطر داشته باشین مریض در نشستن و رفتن عدم بلانس و یا مشکلات می داشته باشه. په کومو ايناتي فیزيکي در نزد مريض ان رمارکبل ميباشه در مائنات لابراتوري سي بي سي او بي ام بي مريض ان رمارکبل ميباشه د لپيد پروفایل کولېسترول لې خونې مريض 207 ټرايګليسریډ مريض افټودياک های ډنسيتي لپوپروټين 42 او لو ډنسيتي لپوپروټين 151 بلاند ميباشه چه سکسری مریض صورت می گیره ان می باشه در تشخیص شما کمک نمی کنه کت هد در نزد مریض صورت می گیره مایلد هایروسفالوس نشان می ده اوفیشل کت ریپورت نتیجهش ونتریکولار اتروفی کرونیک لاکونر انفارکت و کرونیک اسمال لفت اکسیپیتو پریتال انفارک دیده میشه. کدام خون ریزی داخل دماغی نزد مریض دیده نمیشه. خلاصی مریض دوباره خدمت شما تقدیم می کنیم یک مریض 58 ساله می باشه سابقه هایپرتنشن دیابیت و سکته های دماغی را گذشتانده می باشه. مریض اخیرا زکام گذشتانده و نزد شما امرا با دلبدی قیاد سرچرخی کرختی طرف چپ و همچنان مشکلات در توازن و یا بلانس می داشته باشه. یعنی مریض در اسنای استاد شدن و را رفتن مشکلات می داشته باشه. البته مریض نزد شما امرا با اعراض و علائم پوستیریر سرکولیشن مراجعه می کنه. کچکن در نزد مریض صورت می گیره ان می باشه. اسسمنت دکتر جوان ما اکیوت ویستبلر سندروم رول اوت سریبلر سی وی ای ورسس می باشه. همچنان انکنترولد هایپرتنشن و diabetes mellitus در تشخیص ما شامل می گرده. مریضه به شفاخانه بستر می کنه نیورو چک اردو ساعت همچنان چون کت در نزد مریض نگتف می باشه ای و اکوکاردیگرام در نزد مریض توصیه می گرده. نورالجی ایوالویشن گرفته میشه مریض امرا با نورمسلین 100 ام در یک ساعت آسپرین و پلافکس تداویش شروع می کنه. همچنان نزد مریض رپید انفلوینزا تست یورین سپیسفیک آنتیجن فار لیژنلا و همچنان سترپ نمونیا شکر خون مریض مانیتور میکنند و همچنان به فشار خون مریض لیزن اپریل 5 میلی روزانه شروع میکنند. البته امارای در نزد مریض لاترال میدولری انفارت نشان میده البته در این سلاید آناتومی پوستیریر سرکولیشن برای شما نشان میده البته در اینجا به طرف راست رایت ورتبرال آرتری به طرف چپ لفت ورتبرال آرتری در قسمت متوسط یک جا شده بازلر آرتری ترانک تشکیل میده و بالاخره به با پوستیریر سربرال آرتری منتهی می‌گردد. این لاید که از انترنت استفاده شده اناتومی پوستیریر سرکولیشن البته در اینجا راید ورتبرال آرتری و در اینجا لفت ورتبرال آرتری که در قسمت متوسط با هم یک جای میشه یعنی شعبه چهارم ورتبرال آرتری و وی فور اردوش با هم یک جای میشه بازلر آرتری را میسازه همچنان اینجا پی بر شما نشان میده البته باید به خاطر داشته باشین که در نزد مریض ما لفت ورتبرال آرتری کاملا مسدود شده می باشه. البته ای اماری مریض ما را نشان می در قسمت متوسط بازلر آرتری اینجا رایت ورتبرال آرتری و لفت ورتبرال آرتری کاملا مزدود شده می باشه در اینجا دیده شده نمی دانه. همچنان اگر شما توجه کنین در اماری مریض ما بازلر آرتری هم کاملا نیرو و یا تنگ و یا اتر اسکلروتیک می باشه. همچنان ای ویوی دیگر اماره مریض ما را نشان می ته بازلر آرتری در اینجا فوقلاده نیرو و اسکلروتیک و لفت ورتبرال آرتری کاملا مسدود و یا دیده نمیشه. البته به دو طرف به طرف راست و به طرف چپ کاروتید ارتری با وضاحت دیده شده میتانه اوفیشل ریپورت ام برین توسط رادیولوژیست برمی گرده پوستریر سرکولیشن بر ما نشان میته که فوقالعاده نیرو و اسکلیروتیک می باشه البته ورتبرال ارتری طرف چپ دیده شده نمیتانه همچنان بازلر ارتری فوقالعاده تنگ می باشه تشخیصشان small acute left lateral medullary infarct می باشه. همچنان تشخیصشان intracranial atherosclerosis می باشه. نورولوژی کانسلتیشن در نزد مریض گرفته میشه تشخیصشان Posterior سرکولیشن Atherosclerosis که باعث اتکسیا در نزد مریض میگرده. توصیهشان که در نزد مریض 2D اکوکاردیوگرام، کاروتید داپلر همچنان توصیه میکنند که مین ارتریال بلاد پریشه در حدود 100 باید نگاه کنیم. شکر خون مریضه و همچنان نور چک هر 4 ساعت در نزد مریض صورت میگیره. توصیه میکنند که باید لپید پروفایل مریض زیر کنترل گرفته شود. همچنان به مریض ریهب ایوالویشن و امرا با اسپرین و پلاویکس مریض تداوی می کنن. بعد نزد مریض اکوکاردیگرام صورت می گیره ایجکشن فرکشن در آلت نرمال می باشه کاروت داپلر کدام استینوس شدید نشان نمیده. همچنین همچنان در نزد مریض سوالوینگ استادی صورت میگیره یک دیسفیجیا و یا مادریت فرانجیل دیسفانکشن نشان میده. مریض به ریهب سنتر به ریهبلیتیشن می فرستند. مرواریت هایی را که دکتر جوان ما در باره از این کیس دلچسب نورالوژی بر ما جمع وری کرده قرار زیل می باشه. لاترال میدولری سندروم که نام والنبر سندروم هم یاد میشه معمولا متاقب معوف شدن انتراکرانیل ورتبرال آرتری بعضا متاقب معوف شدن سوپیریر لاترال میدولری آرتری کمتر متاقب معوف شدن پیکا می باشه از نقطه نظر سریریات به اشکال مختلف در نزد مریضا دیده شده می تانه. یکی پریزنتیشن آن عبارت از وستبولوس سربلر سمتوم می باشه که معمولا مریضا احساس سرچرخی و عدم توازن در نشستن و استاده شدن همچنان هایپوتونیا در بازوی امان طرف و تشوشات دید و لم اتکسیا در نزد مریضا پیدا شده می تانه. دوم عبارت از سنسری سمتوم می باشه. یعنی اساسیت روی امان طرف که مربوط زوج قافی پنجم می باشه یعنی loss of pain و temperature در امان طرف روی مریض و طرف مقابل اطراف دیده شده می دانه. همچنان در نزد ازی مریضا بولبر مسل ویکنس که معمولا نوکلیس امبیگوس معوف شده و باعث فلج اپسیلترال ازالوت فرانکس، لارانکس و در نتیجه نزد مریضا دسفیجیا و هارسنس هم پیدا می گرده. چارم عبارت از ریسپراتری معمولا فیلر آف اوتونامیک ریسپایریشن مخصوصا در خواب در نزد مریضا دیده شده می دانه. همچنان در نزد از این ها اوتونومیک یعنی هارنر سندروم هم دیده شده می دانه. البته در ختم از این کیس کوتا و دلچسب از تمام ام مسلکان در داخل افغانستان که این کیسا را امرای ما تعقیب می کنند اظهار امتنان و تشکر می کنیم. باید خاطر نشان کنیم که در این کیسا یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مرواریت های در قسمت هستری فیزیکل اگزامنیشن ماینات لابراتوری اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود داره که البته با استفاده از این نقاط شما میتونین آیات یک زیاد مریضای مردم شریف افغانستان نجات بتین بناهن شریک ساختن این کیسا بین تمام پروفشنل طبی اجر عظیم داشته و جیبه ار افغان شریف می باشه. البته یک نقطه دیگر هم خدمت شما حرف می کنم که ما این کیس ها را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد می خواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل انترنت بسازیم بناهن یک سیسل اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و اسپیلینگ در اینجا وجود داره ما یقین کامل داریم با بزرگواری که داریم این ای اشتباهات ما را عفو می کنیم همچنان باید خدمت شما حرص کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات امکاری پیشنهادات شما ضرورت داریم. لطفا امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت و فیسبوک داکتر فار افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان ناصر اوریا اتیاهو تماس آسل کنید. تا کیس های بدی خداون یار و مددگار شما السلام علیکم.